روحانی یا سیاستمدار برخی حتی او را تاجر پسته و سرمایدار هم نامیدند خودش را شیفته امیرکبیر کبیر میداند صدر دوران قاجار یکی از اعضای اصلی شورای انقلاب بود حکم نخست مهدی بازرگان را او قرائت کرد و با این تصویر وارد تاریخ سیاسی ایران شد با چهره متفاوت از سایر روحانیون مثل همه روحانیون با خانواده پرجمعیت پنج فرزند محسن مهدی و یاسر و دخترانش فائزه و فاطمه اولین رئیس مجلس شورای اسلامی به روایتی نزدیکترین روحانی به آیت الله خمینی پس از کشته شدن سید محمد بهشتی در سال خطی خطیب نماز جمعه تهران یکی از بازیگران اصلی برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری و برخورد با گروه های سیاسی در دهه است او را در خبرهای دهه ۶۰ مرد پرقدرت ایران میخواندند فرمانده جنگی که فرجام نداشت و گردان مجلس خبرگان برای به قدرت رسیدن علی خامنه پس از آیت الله خمینی و رئیس جمهور پس از حذف پست نخست وزیری مردی که میگفت میخواهد چهره ایران را تغییر دهد به گفته هوادارانش سردار سازندگی پس از ریاست جمهوری به مجمع تشخیص مسلحت نظام رفت اما مغضوب اصلاح طلبان شد حتی اکبر گنجی به او لقب عالی جناب سرخوش داد وقتی خواست به مجلس بازگردد از اصلاح طلبان شکست خورد اولین شکست در کارنامه که نه نداشت پس از اصلاح طلبان نوبت به اصولگرایان رسید تا او را در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 پشت سر بگذارند. سکوت در انتخابات سال 88 به حمایت از موسوی تعبیر شد. اما این دو فرزندش مهدی و فائزه از حمایت از موسوی نهراسیدند. در روزهایی که او با ارسال نامی به رهبر درباره حوادث آینده هشدار داد. در تیرماه سال 88 برای آخرین بار در نماز جمعه ظاهر شد. پس از درگذشت آیت الله مشکینی به ریاست مجلس خبرگان رسید اما اصولگرایان هوادار رهبر تنها یک دور را تحمل کردند و صندلی را به مهدوی کنی سپرد وقتی آیت الله خامنه‌ای سیاستمداران ساکت را خواص بی‌بصیرت نامید همه گفتند منظور هاشمی رفسنجانی است از این روز که گفته می شود او خامنه را به رهبری رسان 23 سال سپری شده و این دو برای آخرین بار در اجلاس سران غیر در تهران در کنار هم دیده شدند. تصویری که تفسیرساز هم شد هاشمی با کیست؟ رهبر یا رئیس جمهوری؟ تنها ظرف دو روز دو فرزندش حائزه و مهدی بدون بدرقه به زندان اوین رفتند. محسن هاشمی هدف از بازداشت خواهر و برادرش را فشار به پدرش برای سکوت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده توصیف کرده است. انتخاباتی که در آن جانشین احمدی نژاد برای روحانیت و سپاه بسیار مهم است. اما در جمهوری اسلامی بسیاری معتقدند سکوت هاشمی رفسنجانی از اعتراضش خطرناکتر است و شاید فرجام دوستی او با رهبری در تعیین سرنوشت کشور تاثیرگذار گذار باشد اما سردار سازندگی و فرمانده جنگ این روزها تنهاست بی هیچ سرداری مسعود سفیری صدای آمریکا